خاکی که به زیر پای هر نادانی است، خاکی که به زیر پای هر نادانی است، کف صنمی و چهره جانانی است. هر خشت که بر کنگره ایوانی است، انگشت وزیر یا سر سلطانی است. هر خشت که بر کنگره ایوانی است، انگشت وزیر یا سر سلطان است. دوستای نازنین، خوش آمدین با آموزش خوشنویسی با قلم خودکار از تلویزیون اصلاح. عزیزایم، او جلسه یک سطر کار کردیم. مطمئنم که شما هم انشالله او سطر کار کردیم با هم. در این جلسه یک شعر دیگه و یا یک سطر دیگه مخش میدم با همو قواعد و با همو مسائلی که گفتم باید مراعات شد. ببینیم دوستا. ای بنار ما با اونجا کار کرده بودیم، اول دفتر به نام ایزد دانا در او جلسه کار کردیم، یعنی بنا تکراریه، کار کردیم و یاد داریم شما انشاءالله. یک نقطه از خط زمینه بالاتر باشه، یعنی بریک میم رو خط زمینه. همو نقطه‌هایی که در او جلسه مرعات میکردیم، همو فاصله هایی که مرعات میکردیم، در این جلسه هم همو اندازه ها و فاصله ها رو مرعات میکنیم. به نام خدا وند جان با یک نقطه فاصله، بین از اینا هم یک نقطه باید فاصله باشه. رو ایر از این بالا سر شروع میکنیم، کامل قلم خور فشار میده. به نام خداوند جان و خرد، خرد پس داره به اندازه دو نقطه از خط زمینه بالاتر نقطه. به او جلسه گفتیم حروف روی خط زمینه اگر با آخر سطر ما بیایه به اندازه دو نقطه از خط بالاتر میفته. بناهن مایر به اندازه دو نقطه دال از خط زمینه بالاتر نمیشتیم. دوستا، در همین قسمت حرف آخر یک صحبت دگی هم امروز داره، انشالله باز میریم رو قواعد بعدی. ایر بفهمیدیم که اگر حرف آخر آخر خط ما، خط زمینه ما این شما از جمله حروف روی خط زمینه باشه، به اندازه دو نقطه از خط بالاتر می‌رسیم. خب اتفاقا اگر این حرف وسط خط زمینه باشه چه کار می‌کنیم؟ حرف وسط خط زمینه باشه، دوستا دقت داشته باشیم. اگر حرف وسط خط زمینه باشه مثل چی؟ مثل جیم، سین، شین، سات، لام، میم، نون، یا ویایی که حرف با همی حروف وسط خط زمینه وصل شده باشه، پیوست خورده باشه، مثل سهن، مثل سهی و خیلی از کلمات دیگه که با همی وصل شده باشه، اور چه کار میکنیم اگر با آخر سطر ما بیایه، با آخر سطر ما قرار گیره چه کار میکنیم؟ دوستا دقت داشته باشیم، بالفرض ما داریم صحن بوستان، صحن همیت یک کلمی با آخر جمله ما قرار گرفته، تصور کنیم با آخر جمله ما قرار گرفته، این چه کار میکنیم؟ این آخر از این میسنجیم از جمله کدام حروفه. اینجا میبینیم که نون از جمله حروف وسط خط زمینه هست، پس اینجی اگر حرف آخر قرار گرفت، این منظم ما برو خط زمینه خواهم بنویسیم.
به ایالت به رو خط زمینه میرسه. خب خیلی از حروف ها دیگه مثل من اگر حرف آخر سطر ما بود او رو باید ما منظم به رو خط زمینه بنویسیم، از خط زمینه پیتری چی ننویسیم، به روی خط زمینه تعریف میشه. دوستو از این شعرم مثل او شعر گذشته حتما سه صفحه تمرین کنیم. مگه بنویس و بنویس تا بشوی خوش نویس. پس انشالله دقیق بنویسیم تمرین کنیم، خجالت نکشیم. دوستو یک وقت پیش خود تصور نکنیم من چرا معلمم، چرا دکترم، چرا انجینرم، حالا یک بیایم حروف الف بار کار کنم، یا بیایم مرکبات کار کنم، یا بیایم یک سطر کار کنم، یک مشق کار کنم. دوستان بحث اینیه، بحث حسن خطه، ما زیبایی خطر کار میکنیم، مقبولی خطر به کار داریم. هر چیزی هم شروع کنیم گام به گام پیش میره. پس بنابراین این مراحل ابتداییه، باید خیلی با ملاحظه انشاءالله کار کنیم، با دقت کار کنیم که اینا رو یاد گیریم. باز هر چه دیگه هم که وصل بیای عین چیزه، فقط مرحله به مرحله انشاءالله جلو میریم. موفق و کامگار باشیم. فراموش نکنیم سه صفحه حتما تحریر کنیم. موفق باشیم.